در این برنامه نگاهی داریم به پرفروشترین فیلم های اروپایی در سالی که گذشت. فیلم کمدی داستانی 8 فامیل باسکی یا یک ماجرای اسپانیایی به کارگردانی امیلیو مارتینز لازاوار بیش از 6 میلیون و 500 هزار تن را به سالن‌های سینمای اسپانیا کشاند. داستان زندگی رافائل اهل سویا است که به منطقه باسک اسپانیا می‌رود و برای خاطر دختری که دوستش دارد سعی می‌کند به خانواده متعصب دختر ثابت کند که نسل و نسبی باسکی دارد. Anchon también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta Arguiñano y luego ya por parte de Amá y Artiburu Erenchu. Coldo, te presento a Anne, mi mamá. Y Artiburu. ¡Y mala hostia! Rashid Abdul Mohamed Benacer. فرانسوی ها هم یک کمدی را به دیگر فیلم های داستانی سال ترجیح دادند. مگر ما چه گناهی کرده ایم؟ ماجرای خانواده‌ای مسیحی و بورژوا است که هر 4 دختر آن با مردانی از نژاد و قوم های مختلف رابطه عاشقانه دارند. فیلیپ دو شوران سعی داشته در این فیلم کلیشه های موجود در جامعه فرانسه را به نقد و سخره بگیرد. نقدی که مورد استقبال بیش از 12 میلیون تن قرار گرفت. Je laisse couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration ou délinquance, toi tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Bah, je fais le chinois quoi en fait. Je vais me marier. Il est catholique. Oui. On se réjouit. Bah, oui. C'est voiturier. در پرتغال اقتباس سینمایی یک رمان کلاسیک موفقیتی چشمگیر به همراه داشت. خانواده مایاس، فصل‌هایی از زندگی رمانتیک، نوشته اساد کیروش، نویسنده ممتاز پرتغالی است که در قرن 19 میلادی میزیست. خانواده مایاس به کارگردانی ژوائو بوتلو زندگی اشرافزاده‌ای در دوران پایان امپراتوری پرتغال است. Os Maias, de João Botelho.